سلام دوستان، به فاکس موویز خوش آمدید. در این ویدیو داستان کامل یک سریال درام را از سال 2019 به نام دی اکت خلاصه میکنیم. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب کانال را فراموش نکنید. در سال 2015 لیسی با پلیس تماس میگیرد چون هیچ کس در خانه همسایه‌اش دیدی پاسخگو نیست و اون نگران است چون صفحه فیسبوک دیدی پست‌های ناراحت کننده ای داشت. در حالی که پلیس حرکت میکند، مادر لیسی مل از پنجره وارد خانه دیدی میشود و منظره آزاردهنده ای را مقابل چشمان خود میبیند. دقایقی بعد کاراگاهان وارد میشوند و دیدی را روی تخت میبینند که مرده، اما دخترش جایی دیده نمیشود. همه اینها 7 سال پیش شروع شد. دیدی با دختر بیمارش جیپسی زندگی میکند. پس از ویرانی ناشی از طوفان کاترینا در سال 2005، هابیتات خانه جدیدی در سال 2008 در میزوری به او نام دهد که برای آن مصاحبه میکنند. جیپسی به دوربین میگوید که مادرش بهترین دوست اوست. به دلیل شرایط جیپسی اونا یک روال بسیار سخت دارند. دیدی مرتباً سر جیپسی را میتراشد و شام را با مخلوط کردن و تزریق آن به معده جیپسی از طریق لوله آماده میکند. هنگام خواب جیپسی از دستگاه آپنه خواب استفاده میکند و هنگامی که دختر خوابش میبرد، دیدی دارویی به نام بچه خوابالود را از قفس پر از دارو میگیرد. مادر و دختر همچنین روی یک تخت میخوابند. روز بعد همسایه‌شان لیسی پیش جیپسی میآید و پیشنهاد میکند که اونو آرایش کند. در حالی که دختران با هم خوش میگذرانند، با هم پیوند میخورند، اما دیدی همیشه از اونا جاسوسی میکند. جیپسی میگوید که قبل از سوار شدن به ویلچر پدرش راه رفتن اونو مسخره میکرد، اگرچه اون خیلی آن را به یاد نمیآورد. پس از رفتن لیسی، دیدی جیپسی را مجبور میکند تا آرایشش را پاک کند. روز بعد برای پیاده روی بیرون میروند و با همسایه ها ملاقات میکنند. دیدی با مل چت میکند و میگوید که مراقبت از جیپسی چقدر سخت است، چون اون امراضی مانند فلج، سر، کمخونی و امراض قلبی دارد. همون موقع لیسی به جیپسی نوشابه پیشنهاد میکند، اما دیدی با عجله جلوی اونو میگیرد و به همه اطلاع میدهد که جیپسی به قند حساسیت دارد. مدتی بعد در مرکز خرید جیپسی از مادرش یک گردنبند میخواهد و دیدی آن را میدزدد. در آخرین لحظه متوجه میشود که مل همه چیز را دیده. بعدن دیدی سعی میکند خودش را برای مل توضیح دهد، اما مل اونو جدی نمیگیرد. وقتی دیدی دور است، جیپسی از لپتاپ مادرش برای جستجوی چیزهایی مانند بوسه دوست پسر استفاده می کند و مطمئن می شود که پس از پایان کار سابقه مرورگر را حذف کند. دیدی نگران حیثیت خود است که اگر مل درباره دزدی به دیگران بگوید چه خواهد شد. بنابراین تصمیم می گیرد برای همسایه ها یک مهمانی ترتیب دهد. جیپسی با نوجوانان دیگری آشنا می شود و دیدی با همه همسایه ها صحبت می کند تا با اونا دوست شود. اما مل همچنان رفتار دوستانه اونو نمی خرد. در حالی که دیدی سعی میکند مل را جذب خود کند، جیپسی یک کپکیک برمیدارد و میخورد. اما دیدی اونو میبیند و قبل از رفتن به بیمارستان بهش آپی پنت تزریق میکند. لحظاتی بعد جیپسی صحبتهای عجیب دیدی با دکتر را میشنود. وقتی بیمارستان را ترک میکنند، مل ظاهر میشود تا کیف فراموش شده اش را به دیدی بدهد و در نهایت شرایط وحشتناکی را که همسایه‌شان در آن قرار دارد درک میکند. پس موافقت میکنند که تصمیمات بد را در گذشته رها کنند و شروعی دوباره داشته باشند. آن شب در حالی که دیدی خواب است، جیپسی تخت را ترک میکند و نشان میدهد که واقعا میتواند راه برود. با یادآوری صحبتهای دکتر به آشپزخانه میرود و با یک اپیپن آماده مقداری خامه میخورد، اما هیچ اتفاقی نمیافتد. اون اصلا به قند حساسیت ندارد و مادرش در مورد آن دروغ میگوید. جیپسی بعد به رخت خواب برمیگردد و مادر بیدارش اونو به خاطر راه رفتن به جای اینکه از او کمک بگیرد سرزنش میکند. با گذشت ماهها جیپسی جرأت بیشتری پیدا میکند. از رخت خواب بیرون میآید و مخفیانه یوتیوب روی لپتاپ تماشا میکند، در حالی که شیرینی میخورد و نوشابه مینوشد. یک شب دندانهایش درد میگیرد که ناشی از قندی است که مخفیانه مصرف کرده. روز بعد دیدی جیپسی را بیدار میکند و بهش اطلاع میدهد که به عنوان کودک سال جامعه انتخاب شده. همون موقع متوجه مشکلات دندانهای جیپسی میشود و از احتمال یک بیماری دیگر هیجان زده میشود. پیش دکتر هارلی، پزشک اطفال جیپسی میروند و دیدی میگوید که ریفلکس اسید جیپسی برگشته که باعث پوسیدگی دندان شده. در حالی که هارلی یک متخصص گوارش به اسم چاندرا را برای مشاوره فرا میخواند، دیدی پد نسخه اونو میدزدد.
دکتر چاندرا برای معاینه جپسی می آید و ازش می خواهد که یک ملاقات فوری با دندان پزشک بگیرد. اما دیدی می خواهد ابتدا ریفلکس اسید معده را درمان کند. چاندرا که مشکوک می شود پرونده های پزشکی جپسی را می خواهد. اما دیدی می گوید که همه در طول طوفان کاترینا نابود شدند. قبل از اینکه چاندرا چیز دیگری بگوید، دیدی با عجله دخترش را می برد. پس از آن چاندرا از هارلی می پرسد که آیا سابقه پزشکی جپسی را تایید کرده؟ که پاسخ هارلی منفی است. در همین حال دیدی از پد دزدیده شده برای جعل نسخه ها و دریافت داروهای بیشتر استفاده می کند. مدتی بعد جپسی در حال مسواک زدن است که دندان پوسیده اش بیرون می آید و باعث خونریزی می شود. پس از این اتفاق دیدی مقدار داروها را سه برابر می کند. در نهایت به جپسی اجازه می دهد مدتی را با لیسی بگذراند و لیسی اونو به دوستانش معرفی می کند. در ابتدا دخترها اونو کمی عجیب و غریب میابند، اما به زودی اونو در گروه خود میپذیرند. جپسی میگوید که دهانش زشت است چون مخفیانه شیرینی میخورد و دختران از این که از قوانین والدین فرار میکند با او همدردی میکنند. در همین حال چندرا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاریخچه پزشکی جپسی با چندین بیمارستان تماس میگیرد، اما پاسخ روشنی گیرش نمیآید و بنابراین با خدمات حفاظت از کودکان تماس میگیرد. هنگامی که دیدی ماشین را در حال آمدن می‌بیند، بلافاصله جپسی را مجبور می‌کند قرص‌های خواب‌آور بخورد. مأمور آلیسون نگاهی به خانه می‌اندازد در حالی که دیدی توضیح می‌دهد که دخترش توانایی ذهنی یک کودک 7 ساله را دارد. آلیسون می‌خواهد با جپسی به تنهایی صحبت کند، اما دیدی هنوز هم مخفیانه به حرف‌های اونا گوش می‌دهد. آلیسون درباره وضعیت خانه سوال می‌پرسد و از آنجایی که جپسی خواب‌آلود و گیج است، عدم درکش داستان دیدی را ثابت می‌کند. آلیسون بعد در مورد مدارک مشکوک میپرسد و دیدی دوباره از بهانه طوفان کاترینا استفاده میکند. در نهایت آلیسون بدون هیچ اقدامی میرود چون چیز مشکوکی در این خانه پیدا نمیکند. پس از آن دیدی پنجرهای خانه را میپوشاند. بعدن اونو پیش دندان پزشک میبرد و وقتی دختر کلمه کشیدن را میشنود میگوید نمیخواهد این کار را انجام دهد، اما دیدی اونو مجبور میکند. وقتی از انستیزی به هوش می آید در خانه است و متوجه می شود که بیشتر دندانهایش در آورده شدند و باعث می شود جلوی آینه گریه کند. در طول نهار دیدی برای رویداد کودک سال برنامه ریزی می کند. جپسی نمی خواهد برود چون احساس می کند زشت است، اما مادر خشمگین بر سرش فریاد می زند. در روز رویداد دیدی جپسی را با دندان مصنوعی غافلگیر می کند. جپسی آن را دوست دارد، اما تعجب می کند که چرا مادرش قبلا آن را بهش نداده بود. وقتی به صحنه فراخوانده می شوند، یک چک به مبلغ 5000 دلار به عنوان کمک مالی دریافت می کنند. دیدی می گوید جپسی خجالتی است و از طرفش صحبت می کند و بعد با هم آواز می خوانند. مدتی بعد چاندرا با دیدی تماس می گیرد تا جپسی را برای معاینه بیاورد و دیدی که تمایلی به آن ندارد باید قبول کند تا از سوء زن جلوگیری کند. در حالی که دیدی را برای انجام کارهای اداری به میز جلو میفرستد، چاندرا در خلوت با جپسی صحبت میکند و سعی دارد اونو متقاعد کند که به قند حساسیت ندارد. حتی یک قوطی کوکاکولا پیشنهاد میکند، اما جپسی از نوشیدن امتناع میکند. ماها میگذرد و حالا سال 2011 است. دیدی در جمع‌آوری کمک‌های مالی هم از طریق نامه‌های سنتی و هم از طریق وبسایت GoFundMe متخصص شده. همچنین به دریافت چک‌های مرموز ادامه می‌دهد. شب‌ها جپسی همچنان از رختخواب بیرون می‌آید و از کامپیوتر استفاده می‌کند. در مورد رویدادهای فانتاستیکان و کاسپلی می‌خواند و مادرش را متقاعد می‌کند که اونو به آنجا ببرد. در حین تهیه بلیت دیدی می‌گوید که جپسی در سال 1995 به دنیا آمده که دختر را گیج می‌کند چون فکر می‌کرد در سال 1993 به دنیا آمده. مردی به نام راس سعی میکند با دیدی معاشقه کند، اما دیدی احساس ناراحتی میکند و با عجله به سمت دستشویی میرود. حالا که بالاخره تنهاست، جپسی از فرصت استفاده میکند و با مردی به نام اسکات چت میکند، در حالی که وانمود میکند 18 ساله است. اسکات حتی اونو بلند میکند تا بتواند در دیلورین برای یک عکس بنشیند. متاسفانه زمان تفریح اونا توسط دیدی قطع میشود و اعلام میکند که به خانه میروند. قبل از رفتن راست دوباره ظاهر می شود و سعی می کند توجه دیدی را جلب کند و می گوید که او نیز پسری روی ویلچر داشت که مرد، اما دیدی یک بار دیگر علاقه نشان نمی دهد. در حالی که دیدی حواسش پرت است، اسکات از جپسی حساب فیسبوکش را می خواهد و عجیب می یابد که یک دختر 18 ساله با مادرش یک حساب مشترک دارد. آن شب جپسی مخفیانه تصمیم میگیرد اکانت شخصی خودش را در فیسبوک باز کند، اما نمیداند کدام سال تولد را انتخاب کند. کیف مادرش را چک میکند و وقتی میبیند که در سال 1991 به دنیا آمده شوکه میشود.
یعنی اون 19 سال دارد. با عصبانیت تصمیم میگیرد مقداری پول از کمک مالی بدزدد. روز بعد در پمپ بنزین یک تلفن همراه میخرد که آن را از مادرش مخفی نگه میدارد. مدتی بعد دیدی یک تماس از راس دریافت میکند و تعجب میکند که چگونه شماره اونو پیدا کرده. اما راس آنقدر خوب است که بهش اجازه میدهد مرتب باش تماس بگیرد. همون زمان جیپسی از طریق تلفن جدیدش با اسکات چت میکند و اونا نیز به هم نزدیک میشوند. جیپسی درباره دوستان خود که کارمندان بیمارستان هستند میگوید و اسکات در مورد کار خود با افراد مسن صحبت میکند. یک روز اسکات حتی یک کلاگیس از طریق پست بهش میفرستد و قبل از اینکه مادرش اونو ببیند جیپسی به پستچی میرسد. حالا میتواند وانمود کند که موهای زیبایی دارد. پس از یک ماه گفتگوی دوستانه راس به دیدی پیشنهاد کمک در اطراف خانه و با جیپسی میدهد. دیدی آن را خوب نمیگیرد و بلافاصله تلفن را قطع میکند. در همین حین جیپسی برای استفاده از تلفن به بیرون میرود و لیسی اونو میبیند که قول میدهد راز اونو حفظ کند. جیپسی نام کاربری مخفی خود در فیسبوک را به اشتراک میگذارد و به لیسی میگوید که با پرنس چارمنگ ملاقات کرده. ولی لیسی فکر میکند که جیپسی ممکن است دارد بازی میکند. آن شب جیپسی پیامی از اسکات دریافت میکند که میگوید در اورژانس است و نمیتواند پیامک ارسال کند. جیپسی که نگرانش شده کلاگیز به سر میگذارد و ویلچر را رها میکند تا به دیدارش برود. در بیمارستان حتی دکتر هارلی اونو نمیشناسد. اسکات از دیدن راه رفتنش شوکه میشود و بعد از اینکه جیپسی از او میخواهد راز را حفظ کند مانند مادرش با اسکات صحبت میکند که بسیار بچگانه است. وقتی میشنود که به دلیل نوشیدن الکل به اسکات دارو ندادند جیپسی میگوید که اگر مریض است مجبور نیست حقیقت را بگوید. در خانه دیدی بیدار شده و وقتی متوجه می شود جیپسی خانه نیست عصبانی می شود. یادداشتی پیدا می کند که در آن جیپسی می گوید با شاهزاده جذابش فرار کرده و با سن واقعی خود آن را امضا کرده. وقتی اسکات آزاد می شود به خانه می رود و جیپسی هم اونو همراهی می کند. مدام می گوید که از او مراقبت خواهد کرد و یک بوسه به اشتراک می گذارند. همان موقع کسی در می زند. این دیدی است که آمده تا جیپسی را ببرد. در ابتدا جیپسی از رفتن امتناع میکند اما وقتی دیدی میگوید که دچار حمله استراب شده جیپسی موافقت میکند که برود. در راه خروج دیدی به اسکات میگوید که جیپسی 14 ساله است. به محض رسیدن به خانه دیدی از شر کلاگیز خلاص میشود و جیپسی را مجبور میکند تا روی ویلچر بنشیند. زمان بیشتری میگذرد و سال 2013 است. در بیمارستان دکتر به دیدی میگوید که اون دیابت نوع 2 دارد و باید روزانه واکسن دریافت کند. دیدی از دکتر میخواهد که به جیپسی یاد بدهد که چگونه در تزریق واکسن کمک کند که به این ترتیب سلامت خود را به ماندن جیپسی در خانه وابسته میکند. وقتی تولد جیپسی فرا میرسد دیدی اصرار دارد که جیپسی در سال 1995 به دنیا آمده و سال 1991 یک اشتباه تایپی بوده. به عنوان هدیه یک حیوان خانگی بهش میدهد. بعدن لیسی به دیدن جیپسی میآید و اشاره میکند که در یک سایت دوستیابی مسیحی با پسری آشنا شده. جیپسی کنجکاو شده و میخواهد که وبسایت رو بهش نشان دهد. در همین حال دیدی از پدر جیپسی تماس میگیرد که میخواهد تولد دخترش رو تبریک بگوید. اون مرد خوبی به نظر میرسد که ثابت میکند داستانهای دیدی در مورد بی‌توجهی و ترک اونا دروغ دیگری است. دیدی میگوید که جیپسی بیمار است و زمان زیادی برای زندگی ندارد و تلفن را قطع میکند. تماس دیگری از بیمارستان میآید تا به دیدی اطلاع دهد که از آنجایی که جیپسی حالا 18 ساله است هر گونه روش تهاجمی نیاز به رضایت جیپسی دارد. دیدی به پرستار میگوید که با وکیلش صحبت قطع کرد. بعد میرود تا لیسی را بیرون کند. هنگامی که به داخل برمیگردد دیدی بر سر جیپسی به خاطر ترک خانه فریاد میزند و اونو از دیدن دوباره لیسی منع میکند. آن شب جیپسی 1 دلار از کیف کمک مالی میدزدد و مشخص میشود که مدتی است که این کار را انجام میدهد. با دزدیدن مقدار کمی پول دیدی متوجه نمیشود و جیپسی مخفیانه پسنداز میکند. روز بعد به دیدن یک وکیل میروند چون دیدی میخواهد سرپرستی قانونی دخترش را به دست آورد. جیپسی همون گونه که مادرش بهش آموزش داده به سوالات وکیل پاسخ میدهد و از آنجایی که همه چیز روبرا به نظر میرسد وکیل اعلام میکند که دیدی باید قاضی را متقاعد کند که جیپسی نمیتواند از خودش مراقبت کند. بعدن در مرکز خرید دیدی باید بنشیند چون احساس سرگیجه میکند و مچ پاهایش متورم شدند که نتیجه دیابت اوست. جیپسی داوطلب میشود تا برای تهیه مقداری دارو به داروخانه برود. اما ابتدا در یک فروشگاه توقف میکند تا با پولی که پسنداز کرده یک لپتاپ بخرد و بعد آن را در ماشین پنهان میکند. پس از آن به خانه میروند و مادر دختر را مجبور میکند تا بهش آمپول بزند.
آن شب به سایت دوستیابی که لیسی بهش گفته بود میپیوندد و مطمئن میشود که برای عکس و پروفایل کلاگیس بگذارد. روز بعد دیدی لیسی را به خاطر گذاشتن ایده در سر جیپسی سرزنش میکند. ناگهان دیدی بیهوش میشود و باید به خانه برگردانده شود. اونا سریال توالایت را با هم تماشا میکنند و زمانی که زوج اصلی دارند شیطنت میکنند دیدی چشمان جیپسی را میپوشاند. اواخر شب دختر متوجه میشود که پیامهایی از 10 مرد در وبسایت دوستیابی دارد. و وقتی میبیند که یک نفر یک عکس کثیف فرستاده عصبی میشود ولی بعد با پسری به نام نک چت میکند که جیپسی را زیبا میخواند. مدتی بعد دیدی با وکیل تماس میگیرد تا در مورد وکالتنامه بپرسد. وکیل توضیح میدهد که چنین سندی تنها در صورتی به دیدی داده میشود که جیپسی ناتوان شود و خود جیپسی باید با رضایت خود آن را امضا کند. دیدی که میداند میتواند در این کار ذهن دخترش را دستکاری کند موافقت میکند. روزها میگذرد و جیپسی به گفتگوی مخفیانه با نک ادامه میدهد. در نهایت در وبکم با هم آشنا میشوند و جیپسی در مورد مشکلات سلامتی خود بهش میگوید. در عوض نک اعتراف میکند که دارای اختلال شخصیت چندگانه است و میگوید که طرف دیگرش دارکتر است. روز بعد دیدی اسناد وکالتنامه را از طریق پست دریافت میکند. وانمود میکند که واقعا بیمار است و جیپسی را مجبور میکند که ازش مراقبت کند. در حالی که تظاهر به بیماری میکند به جیپسی داستانهای وحشتناک درباره جهان میگوید و اونو میترساند تا اسناد را امضا کند و ادعا میکند که این راهی برای محافظت از هر دوی اوناست. جیپسی بعد با نک تماس میگیرد و در حالی که حقیقت وضعیت خود را بهش میگوید اعتراف میکند که تمام زندگیش را در دام زندگی کرده. نک حواس اونو با فرستادن یک نقاشی نیمه برهنه پرت میکند. در ابتدا جیپسی عصبانی میشود اما بعد به حرفهای نک گوش میدهد. صبح روز بعد دیدی از خواب بیدار میشود و میبیند که جیپسی خانه نیست اما اونو در اتاق دیگری میبیند که با لپتاپ خوابیده. دیدی خشمگین میشود و کامپیوتر را میگیرد و میشکند. بعد بر سر دخترش فریاد میزند که میگوید یکی دیگر خواهد گرفت. این امر دیدی را عصبانی تر میکند و جیپسی را به تخت مشترکشان میکشاند و دستهای اونو میبندد. دختر در حال تقلا به صورت مادرش تف میاندازد که باعث میشود دیدی از او دور شود. بعد جیپسی سعی میکند خانه را ترک کند اما سخنان التماس‌آمیز دیدی را میشنود و تصمیم میگیرد بماند. آن شب به نک پیامک میدهد تا اتفاقی که افتاده را به اشتراک بگذارد. نک قول میدهد همیشه ازش محافظت کند. داستان به سال 2015 میرسد و نشان میدهد که جیپسی واقعا یک لپتاپ جدید خریده و از آن برای برگزاری جلسات شیطنت‌آمیز آنلاین با نک استفاده میکند. نک شکایت میکند که 2 سال است که با هم بودند و هیچ وقت ملاقات حضوری نداشتند. بنابراین جیپسی نقشه‌ای میکشد. فردا صبح سعی میکند دیدی را متقاعد کند که اونو به دیزنی ببرد. اما سلامتی دیدی بدتر شده و از مصرف انسولین یا ورزش نیز خودداری میکند. فریاد میزند و میگوید که از چیزهایی که دارند راضی باشد. که جالب است چون خانه پر از لوازم بی مصرف و کیسه های زباله است. در همین هند در ویسکانسین نک کار جدیدی را شروع میکند. رئیس بهش یاد میدهد که چگونه یک پیزا درست کند اما نک تصادفی غذا را رها میکند و رئیس در نهایت اونو برای تبلیغات کنار جاده میفرستد. وقتی به خانه برمیگردد با جیپسی تماس میگیرد و هر دو بازی آنلاین دیگری را به اشتراک میگذارند. وانمود میکنند که شخصیت هایی هستند که میخواهند یک نامادری شیطانی را بکشند اما واضح است که غیر مستقیم به دیدی اشاره میکنند. روز بعد دیدی به جیپسی پیشنهاد میکند که اونو به دیدن فیلم جدید سیندرلا ببرد. جیپسی هیجان زده میشود و بلافاصله یک بلیت اتوبوس به همراه یک پیراهن فانتزی برای نک میفرستد. به این ترتیب میتواند در اولین نمایش فیلم به اونا بپیوندد و تأثیر خوبی بگذارد. وقتی بالاخره روز سینما میرسد، دیدی جیپسی را وادار میکند لباس سیندرلا بپوشد. در تئاتر جیپسی و نک از اینکه برای اولین بار شخصا یکدیگر را میبینند هیجان زده میشوند. اما وقتی نک بهش نزدیک می شود، سخنانی را که باید حفظ می کرد نادیده می گیرد و دیدی فکر می کند که اون یک غریبه عجیب و غریب است. پس جیپسی را از او دور می کند. وقتی بالاخره برای تماشای فیلم می نشینند، نک سعی می کند پشتشان بنشیند. اما دیدی اونو می بیند و جیپسی را می کشاند تا جای دیگری بنشیند. نک دوباره تلاش می کند، اما دیدی همان روند را تکرار می کند و نک در نهایت تئاتر را ترک می کند. جیپسی که نگران است وانمود می کند که به دستشویی نیاز دارد و نک را در راه رو پیدا می کند و هر دو با عجله پنهان می شوند و اولین بوسه خود را به اشتراک می گذارند. بعد روی زمین دراز می کشند و قبل از اینکه جیپسی به سمت مادرش برگردد خیلی سریع کمی شیطنت می کند. هنگامی که فیلم تمام می شود نک سعی می کند دوباره به اونا نزدیک شود که باعث می شود دیدی جیپسی را کنار بکشد و بر سرش فریاد بزند.
وقتی به خانه میرسند، نک با دیدی تماس میگیرد و همه چیز را بهش میگوید و قبل از اینکه فرصت صحبت به دیدی بدهد، تلفن را قطع میکند. پس از تماس، دیدی آرام به نظر میرسد، اما جیپسی را به رخت خواب میفرستد و به عنوان تنبیه اونو میبندد. شب دیدی جیپسی را برای شام رها میکند و دختر از این فرصت برای ارسال پیام به نک استفاده میکند و از اون میخواهد که قسمت تاریکش را بیرون بیاورد. نک سوار اتوبوس میشود و پیامکهای جیپسی را میخواند، در حالی که تصور میکند جیپسی با اوست و ازش میخواهد مادرش را بکشد. روز بعد در مرکز خرید، دیدی به دلیل درد پایش دوباره باید بنشیند. جیپسی با همان بهانه دستشویی به یک فروشگاه میرود و وانمود میکند که برای پدرش که یک شکارچی است به هدیه ای نیاز دارد. منشی توصیه میکند که چه چاقویی را انتخاب کند. دیدی متوجه میشود که خیلی طول کشیده و جیپسی برنگشته و به دنبالش میرود، اما دختر در قسمت اسباب بازی است و چاقو را پنهان میکند. آن شب جیپسی با نک تماس میگیرد و با چاقو بازی میکند، در حالی که بر سر یک نقشه توافق میکند. شب به محض اینکه دیدی به خواب میرود، جیپسی تختش را ترک میکند و چمدانش را میبندد. به زودی نک از راه میرسد و دیدی در تخت خودش کشته میشود. بعد جیپسی و نک فرار میکنند و در یک موتل پنهان میشوند. جیپسی احساس میکند حالش خوب نیست و قبل از تهیه لباس و دوربین مقداری دارو مصرف میکند تا بتواند زمان شیطنت خود را با هم ضبط کنند. وقتی کارشان تمام شود، در آغوش هم درباره آیندهشان بحث میکنند. اما نک در گفتگوی حضوری خیلی خوب نیست و جیپسی متوجه میشود که ممکن است آن مردی نباشد که فکر میکرد. بعد یک فلشبک داستان را به سال 1991 میبرد و دیدی را در حال تولد جیپسی نشان میدهد. مادرش اما به زودی وارد میشود و بچه را از بغلش میگیرد و از همان روز اول بهش دستور میزد که کارها را چگونه انجام دهد. بعدن در خانه اما به انتقاد از مهارت‌های مادرانه دیدی ادامه میدهد، مخصوصا وقتی دیدی اصرار میکند که جیپسی ممکن است بیمار باشد، اما به هر حال به بیمارستان میروند. دکتر میگوید که جیپسی در دو ماهگی کوچکتر از آنچه است که باید باشد، اما این کاملا عادی است. اون فقط به مقداری مکمل نیاز دارد و دیدی باید بیشتر به شیر بدهد. حتی زمانی که دکتر صحبت میکند، اما سعی دارد مکالمه را کنترل کند. در سال 1993 پلیس به دنبال دیدی میآیند و اونو به دلیل کلاهبرداری چک دستگیر میکنند. اما جیپسی را میآورد و میبینند که مادرش را میبرند. بعدن در دادگاه دیدی به 6 ماه زندان محکوم میشود. اون سعی میکند با جیپسی خداحافظی کند، اما اما اجازه نمیدهد. دیدی از زندان به دخترش نامه میفرستد، اما هرگز پاسخی از اما دریافت نمیکند. وقتی دیدی بالاخره آزاد میشود، با عجله به خانه میرود، اما جیپسی با دیدنش شروع به گریه میکند. واضح است که اما دستورات دیدی را دنبال نکرده و حدس میگوید جیپسی با او خوشحالتر بود. بعدن دیدی اصرار میکند که جیپسی بیمار است، اما اما بهش اطمینان میدهد که بچه خوب است و آن را با دماسنج ثابت میکند. دیدی فکر میکند که اما میخواهد اونو مانند یک مادر بد جلوه دهد و مخفیانه مقداری دارو بهش میدهد. در سال 1997 سلامتی اما رو به وخامت است. روی ویلچر است و برای بیشتر چیزها به دیدی وابسته است، اما از رفتن به بیمارستان امتناع میکند. در نهایت یک دکتر برای دیدنش میآید و به دیدی اطلاع میدهد که مادرش دیگر تحمل درد را ندارد و فقط چند روز دیگر زنده خواهد بود. دکتر دیدی را به خاطر مراقبت از یک فرد مسن و یک کودک قدیس خطاب میکند که دیدی واقعا آن را قدردانی میکند. پس از آن اما دیدی را صدا میکند، اما به جای کمک دیدی صدای تلویزیون را زیاد میکند و با جیپسی فیلم تماشا میکند. بعدن اما در نفس کشیدن به مشکل میخورد و به دیدی میگوید که زندگیش را سخت کرده و بعد میمیرد. دیدی از شنیدن چنین کلماتی رنجیده میشود و به سراغ جیپسی میرود و قول میدهد که اونو دوست خواهد داشت. مدتی بعد جیپسی میخواهد با دخترعموهایش روی ترامپولین بازی کند، اما مادرش اجازه نمیدهد. به محض اینکه دیدی حواسش پرت میشود، جیپسی بیرون میدود و به هر حال روی ترامپولین بازی میکند. متاسفانه لیز میخورد و روی زمین میافتد. دیدی به سمتش میدود در حالی که خواهرش با آمبولانس تماس میگیرد. وقتی جیپسی از بیمارستان مرخص میشود، روی ویلچر مینشیند و دیدی مجبور میشود روی آن بماند با وجود اینکه حالش بهتر است. چند روز بعد دیدی اعلام میکند که نمیتواند خانه مادرش را بخرد، بنابراین چاره ای جز ترک آن ندارند. به جیپسی و نک برمیگردیم. از هتل بیرون میآیند و برای صرف صبحانه میروند. وقتی دو پلیس وارد رستوران میشود، جیپسی وحشت میکند چون چاقو هنوز با اوناست. سعی میکند داروی استراب خود را بخورد و تصادفی بطری را رها میکند. یک پلیس آن را برمیدارد و نام دیدی را روی برچسب میخواند.
این دو بعد تصمیم میگیرند که برای جلوگیری از بررسی های امنیتی چاقو را برای خود در ویسکانسین پست کنند. وقتی به ایستگاه اتوبوس میرسند متوجه میشوند که نیک برای جیپسی صندلی رزرو نکرده. این اتوبوس پر است، پس چاره‌ای ندارند جز اینکه برای اتوبوس بعدی که دو روز دیگر حرکت میکند بلیط بگیرند. به همان موتل قبلی برمیگردند، اما اتاقشان حالا پر است و در اتاق دیگری با تختهای دو نفره قرار میگیرند. نیک یک فیلم بسیار خشن تماشا میکند و جیپسی آن را دوست ندارد. شب وقتی شیطنت میکنند نیز به جیپسی خوش نمیگذرد. پس از آن جیپسی برای خوردن یک میان وعده به دستگاه خودکار میرود و آنجا مادری را با فرزندش میبیند که باعث میشود آنقدر احساس گناه کند که با گریه به اتاقش برمیگردد. خب این دو به هر حال به ویسکانسین میرسند و کیتی مادر نیک از اونا استقبال میکند. در سفر به خانه جیپسی متوجه میشود که نیک به خانوادهش گفته که اون و مادرش بی خانمان هستند. کیتی سوالاتی در مورد دیدی میپرسد که باعث میشود جیپسی فلش بک های پر از احساس گناه را تجربه کند. در خانه نیک جیپسی با دوست پسر کیتی آشنا میشود. به زودی متوجه میشود که این چیزی نیست که نیک قول داده بود. اتاق نیک به هم ریخته است. هیچ غذایی در یخچال نیست و والدینش همیشه بی ادب هستند. بعدن به سوپرمارکت می روند و جیپسی وانمود می کند که پایش آسیب دیده تا سوار یک گاری برقی شود. در حالی که نیک حواس کارمندان را پرت می کند، جیپسی مانند مادرش غذا می دزدد. اما این باعث می شود که اونو در هر گوشه‌ای ببیند. وقتی به خانه بر می گردند، کیتی دوباره در مورد دیدی می پرسد و احساس گناه آنقدر قوی است که جیپسی با عجله از اتاق بیرون می رود. از نیک دارو می خواهد، اما اونا هیچ دارویی ندارند. جیپسی با گریه فاش می کند که می خواهد برگردد و می گوید که بعد از بردن جسد می توانند در خانه مادرش زندگی کنند. اما ابتدا باید اینطور به نظر برسد که شخص دیگری دیدی را کشته. بنابراین نیک جیپسی را وادار می کند که روی فیسبوک مشترک با مادرش پیام های ناراحت کننده پست کند تا مردم به این باور برسند که دیدی یک مزاحم داشت. در مزوری لیسی پست ها را می بیند، بنابراین با مادرش میل برای بررسی خانه می روند. وقتی کسی جواب نمی دهد با پلیس تماس می گیرند که به زودی جسد را پیدا می کند. تنها ظرف چند دقیقه پست های فیسبوک را به ویسکانسین ردیابی می کنند. در همین حال نیک و جیپسی پاکت را با چاقو دریافت می کنند و جیپسی از نیک می خواهد که در دریاچه از شر آن خلاص شوند. اما نیک می گوید که این وقت شب خیلی تاریک است و باعث مشاجره می شود. دعوای اونا را کیتی قطع می کند و مجبورشان می کند سر میز شام بپیوندند. آن شب جیپسی یادداشتی از اتاق نیک پیدا می کند که در آن دستورالعمل‌هایی درباره نحوه رفتار درست با یک دختر وجود دارد که تایید می کند که هر چیزی که در اینترنت دیده بود نیک واقعی نبود. همان موقع پلیس خانه را محاصره می کند و جیپسی وحشت زده با نیک در کموت پنهان می شود، ولی قبول می کند که حقیقت را بگویند چون کار اشتباهی انجام ندادند. تیم سوات به سرعت وارد می شود و هر دو را دستگیر می کند. بعدن در ایستگاه جیپسی وانمود می کند که نمی دانست مادرش مرده و شروع به گریه می کند، اگرچه کاراگاهان تظاهر اونو نمی خرند. در یک اتاق دیگر نیک به کاراگاه می گوید که دیدی رو با چاقو زد تا بتواند با جیپسی فرار کند و روشن می کند که این ایده جیپسی بود. کیتی همچنین در حال صحبت با پلیس است و می گوید که نیک سابقه بیماری روانی دارد و احتمالاً جیپسی ازش سوء استفاده کرده. خب در نهایت جیپسی و نیک به زندان فرستاده می شوند تا زمان محاکمه فرا برسد. بیرون خانه دیدی مل و لیسی با همسایه ها جمع می شوند و شمع روشن می کنند. در روز محاکمه مل و لیسی آن را از تلویزیون تماشا می کنند و با دیدن راه رفتن جیپسی شوکه می شوند. در دادگاه جیپسی می گوید که هیچ کاری نکرده و عاشق مادرش بود. اما وکیلش بهش توصیه می کند که داستانش را تغییر دهد وگرنه اعدام خواهد شد. وکیل فکر میکند که با ارائه سوابق پزشکی جعلی دیدی میتوانند ثابت کنند که جیپسی مرده آزار و اذیت فیزیکی قرار گرفته بود، اما به دلیل وکالتنامه فقط پدر جیپسی میتواند به سوابق پزشکی دسترسی داشته باشد. جیپسی از تماس با پدرش خودداری میکند چون هنوز هم فکر میکند اون فرد بدی است. پس از آن پزشک زندان لوله معده اونو برمی‌دارد و اعلام میکند که جیپسی سالمترین فرد در کل ساختمان است. بعدن جیپسی با لیسی تماس میگیرد و ازش میخواهد که اونو ملاقات کند و میگوید که به یک دوست نیاز دارد. لیسی میگوید که در مورد آن فکر میکند و تلفن را قطع میکند. جیپسی که احساس ناامیدی میکند سرانجام با پدرش تماس میگیرد و پیامی میگذارد. در نهایت یک بازدید کننده پیدا میکند که معلوم میشود پدرش راد با مدارک پزشکی آمده. راد تمام سوابق پزشکی که دیدی در طول سالها جعل کرده بود را بهش نشان می‌دهد و توضیح می‌دهد که سعی کرده بود به ملاقات جیپسی بیاید، اما دیدی بهش اجازه نمی‌داد.
و همیشه از یک جا به جای دیگری نقل مکان می کرد. راد فقط می توانست چک بفرستد که دیدی مخفیانه نقد می کرد. جیپسی حرفهای اونو باور نمی کند. پس راد چند عکس قبل از زمانی که دیدی اونو با خود برده بود بهش نشان می دهد. حالا که اونا مدارک پزشکی را در اختیار دارند، وکیل جیپسی به قاضی می گوید که دختر مورد آزار و اذیت قرار گرفته و مرگ دیدی برای دفاع از خود بوده. همچنین درخواست می کند که جیپسی و نک جداگانه محاکمه شوند چون شرایط هر یک متفاوت است. با این حال وکیل به طور خصوصی به جیپسی می گوید که باید اعتراف کند که مادرش را به قتل رسانده تا بتوانند درخواست معامله کنند. لیسی مصاحبه وکیل را در تلویزیون می‌بیند و به خاطر ندیدن نشانه‌های سوء استفاده احساس گناه می‌کند، اما با آن هم به تماس‌های جیپسی پاسخ نمی‌دهد. مل نگرش دخترش را می‌بیند و در نهایت خودش به دیدار جیپسی می‌رود. به جیپسی می‌گوید که گاهی اوقات تنها راه نجات حقیقت است. پس از رفتن مل، جیپسی به آخرین گفتگوی خود با مادرش و عشق مشترک اونا فکر می‌کند و دوباره احساس گناه بهش دست می‌دهد. یک فلشبک ورود نک را نشان می دهد و اینکه جیپسی چاقو را بهش داد. بعد به اتاق اشاره کرد و در حمام پنهان شد، جایی که هنوز هم صدای فریادهای مادرش را می شنید. نک کارش را تمام کرد و بیرون آمد و جیپسی را بوسید. جیپسی مجبور شد خون را از روی چاقو و صورت نک بشوید. اولش در شوک بود، اما بعد نک را در آغوش گرفت و هیجان ماجراجویی آینده خود را به نک یادآوری کرد. هر دو به اتاق جیپسی رفتند و شروع به شیطنت کردند که دوام زیادی نداشت. قبل از رفتن جیپسی حیوانات خانگی خود را آزاد کرد و حلقه مادر بزرگش را گرفت. در زمان حال جیپسی به زندان بازگردانده می شود و تصور می کند که آنجا دیدی با اوست. خب این داستان بر اساس یک جنایت واقعی است. پس از یک سال حبس جیپسی گناهکار شناخته شد و به 10 سال زندان محکوم شد. نک نیز مجرم شناخته شد و به حبس ابد بدون فرصت آزادی مشروط محکوم شد.